شش بازی یک برد یک تصاوی و چهار باخت و تنها یک گل زده رده پانزه جدول و هم امتیاز با تیم قرنشین این وضعیت آبی های پایتخته یکی از پرطرفدارترین تیم های قاره کوهن. بعد از باخت استقلال به پدیده در هفته پنجم دیگه برتر منصوریان که خیلی احساسی شده بود با بازیکنان خداحافظی کرد و از خبرنگاران برای پاسخگویی زمان خواست اما پاسخ خبرنگاران رو اعضای هیئت مدیره در جلسه فردای این بازی دادند هیئت مدیره جنبندیش این شد که دو بازی دیگه با منصوریان یعنی یه بازی حسفی و یه بازی لیگ برتر رو بهشون فرصت بدن دو بازی فرصتی که منصوریان اولی رو در جام حذفی و مقابل تیم لیگ یکی گلگهر به سختی برد و دومی رو در لیگ برتر واگذار کرد تا منصوریان با اسکورت از ورزشگاه تختی جمع خارج بشه فردای این باخت جلسه هیئت مدیره استقلال به دلیل نبود سرمربی لغو شد ولی خبر رسید که جلسه شبانه و پنهانی با سرمربی برگزار شده شنیده ها حاکی بر اینه که به منصوریان گفته شده هم هم کادر مربیگری رو خلوتتر کنه و هم میانگین سنی تیم رو پایین بیاره آقای سرمربی هم علی چینی مربی رحمتی و جباری کاپیتان های خود رو به عنوان عامل ناکامی های استقلال کنار گذاشت ما هم الان این خود شما هاییم س... سوال های زیادی تو ذهنمون هستش ما منتظریم که باشگاه بگی که چرا ما تمرین الان نباید نباید سر تمرین استقلال بریم اما روز گذشته هم جلسه هیئت مدیره به صورت پنهانی برگزار شد و خروجی این جلسه ای بود که یک هفته دیگه منصوریان رو ابغا می کرد و در اون هیچ حرفی از چینی رحمتی و جباری زده نشده بود حالا تو این بین پای خیلی ها به موضوع استقلال باز شد ابتدا شایعه ها در خصوص دخالت نزدیکان معاون اول رئیس جمهور در امور باشگاه استقلال به گوش رسید که این موضوع با انتشار بیانیه ای از طرف دفتر معاون اول رئیس جمهور تکسیب شد بعد هواداران استقلال به صفحه شخصی وزیر ورزش هجوم بردن و باعث شدند تا وزیر صفحه شخصی خودش رو خصوصی کنه این مسئله پای هواداران رو به صفحه رئیس جمهور هم باز کرد آی روحانی به مسئله استقلال ورود کنید خواهشن. استقلال آبروی ایرانه چرا باید چنین بشه این تیم پر افتخار آقای روحانی به داد استقلال برس هوادارا هم که از پیگیری درخواست ناامید شده بودند به سراغ نمایندگان مجلس رفتن و پای نمایندگان رو به بحران استقلال باز کردند شخصا به مسئله تیم استقلال ورود می کنم مجلس به وضعیت باشگاه استقلال ورود می کند جایگاه فعلی استقلال در شعن این تیم نیست آخرین خبر رسیده در خصوص استقلال هم اینه که شنیده میشه منصوریان تمام پول قرارداد سه ساله خودش رو یکجا و به صورت وام از یکی از مؤسسات مالی که حامی مالی باشگاه استقلال هم هست گرفته و اقساط این وام رو باشگاه استقلال پرداخت میکنه به همین دلیل هم کنار گذاشتن سرمربی آبی ها برای اعضای هیئت مدیره کمی سخت شده البته همونطور که پیش بینی هم میشد باشگاه استقلال این خبر رو هم تکسیب کرد حالا استقلال مانده و کلی هاشیه ابقایی که هفته به هفته تمدید میشه و تیمی که نتیجه نمیگیره و در نهایت هواداری که فقط میتونه امیدوار باشه چرا مربی الان حرف نمیزنه چرا الان مربی یه ماه حرف نمیزنه بابا این تماسیت چه گناهی کردن آخه ما تا کی باید هرس بخوریم تا کی بریم استادیوم برگردیم بیایم همش حسابامون خورد باشه اینا پول خرج کنیم بریم بیایم آخرش چی بریم ته جدول اینا کی میخوام برم با بس دیگه تیم رفت دست دو دیگه بی نمیشن امروز هم دو خبر از استقلال رسید وزیر ورزش اعلام کرد برای رسیدگی به مشکلات روز شنبه با اعضای هیئت مدیره جلسه میذاره منصوریان هم از افتخاری مدیر باشگاه خواست تا کاپیتان های تیمش به تمرینات برگردن